سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو همچ کوکتل تی خیلی خوش اومدید بیگ کراب حواشی دی جی قرار هم برسی کنیم حواشی 28 آبان ماه تا سوم آذر ماه 1402 رو اما قبل از هر چیزی باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم این رپ حواشی رو داشته باشیم امید رزا جعفری همشین استوری زد و اعلام کرد که آلبوم مشترک پیتزا از مهراد هیدن و شایه تنها همکاری امسالشون نخواهد بود و این دو ترکیب تلایی رو یعنی این ترکیب طلایی رو امسال بیشتر از این حرفا میشنویم خبر باحال یکی خیلی هایپ کرد منو و همکاری های قبلا این دو بزرگوار خیلی بم بود که میشه به سیل اشاره کرد که یکی از مگاهیت های تاریخ رپ فارسی بود تو این هفته کوروش وانتونز رکورد مانتلی لیسینر های رپ فارسی رو جابجا جا کرد یعنی همون شنونده های ماهانه و رسید به تقریبا 184 هزار شنونده ماهیانه که خب رکورد خوبیه بعد از این هم یک استوری زد به این شکل را نوشت فقط با آهنگ های خوب میشه بیای بالا بات و استریم فیک حالا یه سری آرتیست هستن که چون خودشون هرگز نمیتونن برسن میگن فیک و بات و از این داستان ها هرچند دیگه برام خیلی مهم نیست اول بودن تو ایران چون نسبت به مارکت جهانی این عدد خیلی پایینه که یه کوچولو داشت یه کوچولو که چه مستقیم داش بغل جیدال رد میشد دیگه چون اگه یادتون باشه جیدال زمان آهنگ متاورس به این داستان اشاره کرده بود و اون یه هواشی رو داشتن اما آرتا یه همچین استوری گذاشت که تو اون داره میگه که آرتا اولین خواننده رپ فارسی هست که داره با یه سری آدم کار میکنه که مجموع مانتلیلی سیناراشون بالای سی میلیونه و خودش این رکورد 100 درصد بعد از این آهنگ یعنی سینر های بچه های وانتونز از این رقم ها هم خیلی فراتر میره و یک رکورد عجیبی رو واسه شون خواهد داشت و دمشون گرم بخاطر این همکاری های بحالی که دارن انجام میدن یه خبر دیگه داریم اونم اینه که علی بی از اعضای اصلی تیم بکس برنده بهترین پرودوسر سال دانمارک توی جشنواره دینیش موزیک آوارد شد که خیلی خبر بزرگیه دمش گرم اصلا بهش خسته نباشید و تبریک میگیم یه خبر عجیب و خیلی بمبم این هفته شیمون هم این بود که سیناپ توی یکی از ویدیوهای کانال یوتیوبش اومد اعلام کرد که ورس رضا پیشرو تو آهنگ اسد روشنه کاملا بداهه بوده و مغز من سود کشید خیلی خفنه وقتی همچون ورسی رو رضا پیشرو بداهه میگه چرا نمیای توی یوتیوب فعالیت کنی و بداهه مثلا بگی یا همچین چیزایی را بندازی نمیدونم یه کوچولو کاش اطرافیان رضا پیشرو این انرژی و این ایده ها رو بهش بدن چون واقعا این استعداد حیف و ویو آلبوم آخرشم به نظرم خیلی خوب بود چه بهتر که پرکارتر باشه و لذت ببریم بداهم هم که تو رپ فورسین نداریم این آهنگ هم که تا الان صداشو در نیورده بودن بداه هست و خیلی خفنه اشکان کاگان این هفته یه کوچولو شیطون شده بود یه سری توییت‌های های باحال زده بود اول از همه زیر همچین پست میومد نوشت تیشرت بنز مونیریه تیشرت بنز مورینیه که اشاره به فیک بودن این داستان میکنه و این داستان دوکیو پوری به نظر میاد حال حال ها ادامه داره من حتی فکر کنم توی فیل هم ممکنه یک دیس به دوکی داشته باشیم و دیس بک هم از دوکی حس میکنم بگیره حالا از این موضوع که بگذریم حواشی تتلو هم که همتون میدونید دیگه نمیخوایم خیلی بهش بپردازیم به همه جا هست خبراشو همه جا شنیدید فکر نمیکنم کسی باشه که اطلاع نداشته باشه زیر همچین پستی هم که مربوط به این داستان بود اشکان کاگان اومد نوشت ما که گفته بودیم سلامتی اشی کاگان که اشاره به اون لایو جنجالی میکنه

خب این فیلمی که دیدید فیلمی بود که از کنسرت آخر ام جی ولی اردوان توی دبی پخش شده بود و اکثر رسانه ها گذاشته بودن و میگفتن از دور همی هم کمتره کامنت اکثرشون هم میخوندم همه اینجوری بود که کارما زد اون روزی که میگفتید دور همی کنسرت شما پرتره به هر به سرتون اومد و اینها اما خب حالا درست کنسرت هم جای بزرگی نیست که آدم زیادی بیاد اونجوری که به نظر میاد فکر کنم بیشتر اجرا بود اما یه داستان دیگه هم که هست فقط پر شدن کنسرت ربطی به محبوبیت نداره میزان تبلیغات تایم تبلیغات و اینا فکر کنم یک هفته کلا تبلیغات این یه هفته فکر کنم نبود این کنسرت طول کشید و انقدرم حالا کم بوده از این زاویه که داشتیم میدیم حالا زاویه های دیگه نداشتیم اما یه نکته که من دیدم حالا نمیدونم شاید من اشتباه میکنم اما یعنی از دست من در رفته یک عکس MJ با لیتو گذاشت لیتو رو تک کرد اما خود لیتو اینو ریستوری نکرد و نمیدونم اگه من اشتباه میکنم بنویسید این نکته عجیبی بود که به چشم من خورد انقدر هوا من به نفس نفس افتادم نمیدونم چرا انقدر گرمه کولرم زدم تابستون که نیست دیگه زمستون پاییزیم داریم میریم تو زمستون و اینجا به شدت گرمه یه ریستوری از ویناک داشتیم به این شکل که یک بادیگاردی بغلش بود و بعد از اونم پوری گف تو گفت محمود جان بادیگار لازم نداره تو ایران و اینها یکم فلان داشته بشه این که اول از همه به نظر که من که اصلا تبلیغاتی بود حالا نمیدونیم واقعا با بادیگارد جابجا میشه یا نه اما این چند وقته خیلی ما داریم میبینیم که رپرامون با بادیگاردن اولین عکسی هم که یا فیلمی هم که با بادیگارد از یک رپر پخش شد سوریشی پاپالوجیست بود که دوتا بادیگارد همراهش بودن اما یه نکته میخوام اشاره کنم الان که ایران از غرب وحشی هم قرب وحشی تره در شرق و یه اتفاقات عجیبی داره میفته خیلی خفگیری و این داستان ها داریم میبینیم چه سلبریتی‌های های بزرگتر چه بقیه اشخاص بنابراین خب یکم منطقی به نظر میاد که یک بادیگارد باش هر چه قدم گنگ باشن لازم دارن به بادیگارد به نظر من آدم های معروف و رجوع میکنم به یکی از مصاحبه سیکس ناین که میگفت آقا همه به من میگن تو بادیگارد با ترسی و این حرفا اما اکثر بچه‌ای که بادیگارد نداشتن مثل پاپ سموک و تنتاسیون و اینها به رحمت خدا رفتن بنابراین این بادیگارد داشتنه یک مسئله عقلانیه نه حالا ترس و اینها میاد که به نظرم راست میگفت و احتمالا هم باید بیشتر ببینیم بادیگارد داشتن و توی ایران و امیدوارم حالا برای هیچ کس اتفاقی نیفته آره دیگه داستان حواشی مصاحبه رزو همتون میدونید و هنوز که هنوز بعد از یک هفته و خورده ای یک هوشی ازش در میاد که این کانال های بسیجی ها آمده بود مصاحبه یه رزو گذاشته بود و میگفت ایران گلستونه ببینید جا داره اشاره کنم رپرها رو به رسمیت نمیشناسید هی میگید فلان بهمان بیساره بعد تا یه چیزی میگن که یکم به ذهنیت شما شبیه سری میشه رپر معروف فلان حرف زد فلکس میکنید بقیه جا چی پر اونجا که میگن آقا ما میخوایم کنسرت بذاریم چی یا مثلا اینجوریه اونجوریه اونجا اون چی اونجا خوب نیستن اینجا خوبم بابا انقدر مفری نکن زش نکن خبر بعدی هم که داریم فراموشی توهی در زدن ویو فیک همونطور که می‌بینید، کار آخرش بعد از یک روز تو سانکلاد 1400 تا ویو خورده و توی حالا یوتیوب که نزدیک 174000 تا سابسکرایب داره 64 کا خورده تو اون بهبهه زن زندگی آزادی یه آهنگ پخش کرد توهی و انقدر ویو فیک عجیب روش زد که همه اینجوری بودن که نزن بابا فهمید این که چون لایک یادش رفته بود بزنه و بعدم لایک خرید اینجوری بود که یک میلیون ویو داشت 500 لایک و بعد حالا لایکاش هم اوکی کرد و جالبه تو یه روز یه میلیون خورده بود الان یه سال ازش کاشته شده یک میلیون و سی ست چار ست و همه زیر کامنتو تقریبا فهمیده بودن چند وقت پیش هم که آهنگش با خالد اومده بود لایکاش و ویوهاش بیشتر بود تو اینستاگرام و فهم کنم متوجه شده که نباید این کار بکنه و نکنید دیگه و ویو فیک و اینا اونم اینجوری و او مثلا 20 کا فالوور آهنگ یه میلیون ویو خورد من میشم چی چیز ساند کلاد 20 کا فالوور داشته باشی یه میلیون ویو بخوری بعد هزار تا لایک نکن یا مشخص نکن اکثر کامنت ها اون زیر اینه ویو فیک نزن دادش چون که فقط یک ویدیویی که دیدید چاب مزفری دو بود خانم سهر زکریا و یه بازیگر دیگه مثل اینکه اومدن رپ خوندن و من اینو توی پیج رپ فارسی نیوز دیدم هرچی سرچ کردم جای دیگه پیدا نکردم ولی این که آهنگی کم دامبولی طور بود و روش داشتن حالت سیاسی و حقوق زن میخوندن تو همین چند ثانیه که ازش دیدیم خیلی عجیب بود ولی اینجوری بود دیگه حالا من کامله اینو پیدا نکردم هرچی تو گوگل سرچ کردم اگه شما میدونید از کجا پخش شده و چی و این داستانا بفرستید بشین کاملش رو گوش کنیم ریاکشن بریم ببینیم چه خبره ولی رپ عجیب تو ایران داره همه گیر میشه و از بازیگر بگیر تو برنامه زنده تا دیس شعب مزفری تا این ور اون ور تا این داستان و اینها و به نظر میاد که خبر خوبیه یعنی پیشرفت کرده که انقدر روی اوج و که مده و این داستان که همه میان و بغلش یه ردی میشن یه کاری میکنن خلاصه اینم بود از رپ امروز و توی شرط سختی من این ویدیو رو ضبط کردم چون کادر من بهترین حالتش اینه که من اینجا باشم بعد مجبور شدم ببینید من اینجا مجبور شدم اینجوری بیام پایین یه جورایی حالت اسب خدا نشستم و دارم واسهتون ضبط میکنم اما خلاصه این بود از این دمتون گرم که بودید احتمالا امشب یه لایو داریم اگه نداشته باشیم هم داریم این چیزهایی که پروژه که تو این دو روز نهیمت که حالا تو لایو توضیح میدم این دو روز کجا بودیم اصلا اونجا با هم بریم نفس هم گرفت دیگه دمتون گرم که بودی سختی های کار ما دیگه دمتون گرم که حالتون همشه توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی